سلام خدمت شما بینندگان عزیز، من حسام هستم و در برنامه امروز هم بخشی از اون مطالعه خودمون رو در مورد شناخت خدا دنبال میکنم و امیدوارم که باعث برکت و بنای شما بشه. در دروس قبلی روی نکاتی مثل شفاعت و دعا تأکید کردیم که چطور از طریق اونها ما خدا رو میشناسیم در حقیقت، و همینطور در مورد عطایا و هدایای روحانی استفاده کرد، صحبت کردیم که ارمیای نبی از اون گفت و چقدر درس ها در اون بود، اولویت های ما چی هستن. در اون برنامه دیدیم که برنامه قبلی که سه تا از شاید بگیم هدایا و عطایای خدا رو مقایسه شده بود، حکمت، قدرت و ثروت، با سه تا نکته‌ای که خدا رو اون تاکید کرده بود. یعنی یه چیزایی هست که انگار ارزش‌های بشره و یه چیزایی هست که ارزش‌های الهی هستن، که اون محبت، انصاف و عدالت بود. پس ما از مقایسه اینها با هم هم تونستیم در مورد شناخت خدا خیلی چیزها یاد بگیریم. چیزی که در برنامه امروز در این درس میخوام روش بررسی کنم، مقایسه دو شخص هست که از مقایسه این دو پادشاه که در حکومت جنوبی اسرائیل، یعنی یهودا، سلطنت کردن، پدر و پسر یکی بود که جانش رو شده بود، چطور میتونیم حتی از مقایسه دو شخص به شناخت خدا حقایقی رو دریافت کنیم. ببینید کلام خدا چقدر پر از واقعا حقایق روحانی هست. هر قسمتی شما نگاه کنید ببینید که باز خدا داره تلاش میکنه یه طور که بیشتر خودش رو به ما بشناسونه، و این واقعا باید برای ما فخر باشه و افتخار باشه که خدا خالق آسمان و زمین داره به مخلوق حقیری مثل من واقعا داره خودش رو آشکار میکنه. این دو پادشاه در ببین ارمیای نبی، خب نبی بود که در دوره او سه پادشاه سلطنت کردند. دو پادشاه گفتم، یکی پدر هست، یوشیا هستش که پادشاه یهودا بود، جوان بود، 8 ساله بود میگه به سلطنت رسید، مشاورین اونجا بودن، ولی این شخص خیلی خوب پادشاهی خودش رو تمام کرد. ولی پسر او یهویاقیم بعد از او جانشین شد، ولی درست مخالف او بود. پدر خیلی خدا ترس و واقعا شخصیتی بود دیندار و پادشاهی بود که خیلی خیلی واقعا در شایستگی سلطنت کرد، موافق دل خدا بود، ولی پسر او برخلاف. دو تا تضاد خیلی عجیب اینجا میبینیم. حالا ارمیای نبی داره در این قسمت که من از بخشی از کلام خدا میخونم براتون، میخواد این دو پادشاه رو از طریق اون کارهایی که کردن در سلطنتشون، اعمالی که داشتن، با هم یه مقایسه بکنه و یک درس روحانی در مورد شناخت خدا در حقیقت به ما بده. میگه وای بر آن که خانه خیش با بی‌عدالتی بنا کند و بالاخانه‌اش را با بی‌انصافی. دیدیم که در اونجا در قسمت برنامه‌ای که در مورد اعمال خدا گفتیم، عدالت و انصاف خیلی مورد نظر خدا بود. خیلی جالبه اینجا میگه یک کسی هست که به جایی که عدالت داشته باشه بی‌عدالتی میکنه، به جایی که انصاف داشته باشه داره بی‌انصافی میکنه. وای بر آن که هم نوع خیش به رایگان به خدمت گیرد و مزد او را نپردازد. پادشاهی هست که برای ساختن حتما کاخهای برای خودش به مردم مزد نمیداده و مزدوری میگرفته ازشون. گوید خانه بزرگ برای خیشتن خواهم ساخت، جلال شخصی بالاخانه های وسیع برای اون پنجره ها بکشاید، آرا به چوب سرو بپوشاند و به رنگ سرخ بیاره. بهترین چیزها رو به کار میبرد. این در حقیقت زندگی پسر هست، یهویاقیمی که بعد از پدر به سلطنت نشسته. ادامه میده ارمیای نبی، آیا از آن رو که در بهره‌وری از چوب سر گوی سبقت رو بوده ای؟ خود را پادشاه میپنداری؟ آیا پدرت نمیخورد و نمینوشید؟ اینجا به سراغ پدر میاد. یوشیا از همین رو سعادتمند بود، او ستم دیدگان و نیازمندان را دادرسی میکرد و از همین رو سعادتمند بود. آیا شناختن من جز این است؟ این از فرموده خداوند، تأکیدی که میشه که این رو خدا گفته، یه شخص نمیگه. اما چشمان و دل تو دوباره به پسر برمیگرده، پادشاهی که الان هست بر قدرت، معاصره ارمیاس، تنها معطوف به سود نامشروع است، به ریختن خون بیگناهان و ظلم و اخاذی. ببینید این پادشاه چه لیستی میتونیم بگیم از کارهای خلاف او رو داره میبینه. ارمیای نبی پیش همه
آشکاره که این پادشاه چجوری سلطنت کرده. در کتاب‌های پادشاهان به تفصیل این پادشاهان رو معرفی میکنه و هیچ تعارفی به قول معروف هم نداره در مورد اونها، ارزیابی میکنه، میگه این پادشاه موافق دل خدا بود ولی دیگری نبود. پس هیچ ترسی هم نداره که حقایق رو اینجا مطرح کنه. ارمیا هم نمیترسه، به پادشاه میگه این عمل کرده تو. ولی نکته گفتیم جالبی که اینجا در این آیه 16 هست اینه که آیا شناختن من جز اینه؟ یعنی شناخت من اینه، شناخت من این کاری هست که پدر انجام میداد، نیازمندان رو دادرسی میکرد، ستم دیدگان رو و عدل و انصاف رو به جا می آورد. دوباره این تکرار میشه. ببین خدا چقدر حساس روی این موضوعات، چون شخصیت او این هست، چون قلب او اینه، چون اعمال او تماما میگه عدل و انصاف هست. پایه های تخت او مزمور میگه عدل و انصافه و محبت پایدار، محبت جاودانی بارها تکرار میشه، خود خداست. پس یوشیا چی؟ یوشیا پادشاهی که اون چه خدا میخواد رو انجام میده و پسرش اراده آزاد داره که اون رو انجام نده متاسفانه. ولی سوال شاید برای ما پیش بیاد خوانندگان کتاب مقدس که چه چیزی باعث شد واقعا این جوان که خیلی سن زیادی هم نداشت اینقدر شخص خدا ترس و دینداری باشه؟ و این به یه واقعی در زندگی او برمیگرده. بله درسته، دلیل خاصی داشت. در کتاب پادشاهان باب 22 ما میبینیم که یک کتابی در معبد که در حال تعمیر بوده اون موقع پیدا میشه و میان سرکارگران میاد به پادشاه میگه که، به معاون پادشاه میگه که کتابی پیدا شده که فکر کنم تورات خداست، شریعت خداست. یوشیا میگه این کتاب رو بیارید و ببینیم چی هست، قرائت کنید. کتاب رو قرائت میکنن و پادشاه چیه میگه؟ وای بر ما، ما کجا هستیم و احکام الهی کجا؟ میگه پیراهن خودش چاک داد و بعد گفت که چیه؟ و بعد تغییری در اومد، دیدگاه او عوض شد. او نمیدونست، خبر نداشت. پدر او آمون، پدر بزرگ او منسی از شریرترین پادشاه بودن. هیچ وقت معلومه در مورد خدا و شریعت او با او صحبت نکرده بودن. ولی یافته شدن این کتاب به این جوان کمک کرد. نه تنها او تغییر کرد، بلکه نخواست این تغییر رو برای خودش نگه داره. این تغییر رو چیکار کرد؟ میخواست وارد کشور خودش کنه، به سلطنت خودش منتقل کنه. کشوری که وارث پدر و پدر بزرگ او بود، به او رسیده بود، یک کشوری بود که پر از بتخانه های خدایان بیگانه بود و اعمال مذهبی شریرانه و اعمال جنسی که اونجا، انحرافات جنسی که وجود داشت و مردمی که در گناه و تاریکی زندگی میکردن و دور از شریعت خدا. چیکار کرد؟ دست به اصلاحات مذهبی زد. بیداری روحانی در کشور اومد. تمام این بتخانه ها جمع شدن، شکسته شد، این بتها رو میشکند و از بین میبرد و تمام پاک کرد سرزمین رو. و متاسفانه شاید عمر او زیاد کفاف نداد. تاریخ مینویسه که او جوان بود، شاید 30 و چیزی سال بیشتر نداشت، ولی در یک جایی که می رفت سوار بر اسبی بود و تیری خورد و متاسفانه یوشیا کشته شد. و ولی ارزیابی که کتاب پادشاهان و تواریخ در مورد این پادشاه میکنه اینه که واقعا یک نمره عالی به این پادشاه میده و او میگه حتی در تمام یهودا پادشاهی مثل او یافت نشد که اینطور دلش با خدا باشه و اینطور شریعت خدا رو در کشورش چیه بتونه پیاده بکنه. ولی متاسفانه پسر چی؟ پسر که بعد از سلطنت میکنه تمام اصلاحات روحانی رو متاسفانه برمیگردونه و دوباره پای خدایان بیگانه به کشور باز میشه. ولی نکته‌ای که اینجا هست و روش ارمیا تاکید میکنه، میگه که آیا این شناخت خدا نیست؟ یعنی چی؟ یعنی شناخت خدا یه چیز ذهنی نیست. یعنی نفر نمیتونه امروز بیاد به ما میگه که من خدا رو میشناسم، بعد شما نگاه میکنی به زندگی و میبینی که نه انصافی، نه عدالتی، نه محبتی، نه بخششی، نه گذشتی در این شخصیت نیست و شما شک میکنی. اینجا داره میگه که اعمالی که یک شخص داره انجام میده نشان دهنده اینکه او خدا رو میشناسه یا نمیشناسه و اعمالی باید انجام بده که مورد تایید خداست، در دل خداست و خود خدا اون رو انجام میده. پس ما
یعنی سرمشق میگیریم، ما مدلمون از روی خدا داریم برمیداریم. چیزی که او دوست داره انجام بده ما هم باید دوست داشته باشیم انجام بدیم، چیزی که او ازش بدش میاد ما هم باید ازش بدمون بیاد. پس از این نکاتی که در مورد این و درس قبلیمون یاد گرفته میخوام جمع بندی بکنیم. شما امروز اشخاص رو میبینید که دارن خدا رو خدمت میکنن، در کلیسا عطایای روحانی دارن، درسته؟ عطای شفا، عطای معجزات، عطای نبوت، خیلی عالیه برای بنای کلیسا و قوت کلیسا. خداوند میسپاره و قدس اینها رو میده، همه عطای روحانی هستن. ولی عیسی مسیح در باب 7 انجیل متا که موضع سر کوه هست، آیات 22 23 اینا، چه هشداری به ما میده؟ خوانندگان، فرزندان عهد جدید هستیم و فکر میکنیم که خیلی چیزها شاید عوض شده با عهد عتیق. نه، عوض نشده. مسیح اونجا میگه که نه هر که مرا خداوند خداوند گوید، یعنی به گفتن نیست. اینجا هم همینطور بود. ارمیا گفت چیه؟ گفت پادشاه عملش چی بود، نه که چی گفت، اعمالش چی بود. و او خدا رو میشناخت. و نه هر که مرا خداوند خداوند گوید، چرا که در آن روز خیلی ها آمد خواهند گفت که ما چه کارهایی کردیم. یعنی در روز پایانی، در روز داوری، افرادی میان میگن که ما به نام تو بیماران رو شفا دادیم، خدا رو شکر چیز بدی نیست، ما به نام تو دیوها بیرون کردیم، عالیه، معجزات صادر شد. ولی اختیاری هست، آدم حیرت میکنه، شوکاوره که مسیح میگه که بد کاران از من دور شوید، من هرگز شما را نشناختم. یعنی چی؟ یعنی نه تو منو شناختی، من نه من تو رو شناختم. یعنی چی؟ یعنی که همونه، باز این شخص همون اشتباه کسایی که فخر میکردن رو داره انجام میده. من میخوام با عطایام وارد آسمان بشم. نمیتونی. نه هر که مرا خداوند خداوند گویه. پس چجوری میتونم وارد شم؟ هر کی اراده پدر مرا که در آسمان است انجام ده. اراده پدر تو چیه؟ همون چیزهایی که گفته شد در عهد عتیق، چیزهایی که در شخصیت خداست، چیزهایی که خدا رو خوشنود میکنه و میگه من از آنها لذت میبرم، عدالت، انصاف، محبت و خیلی خیلی ثمرات دیگه روح که ما باید اونو در زندگیمون انجام بدیم. اونا ما رو به آسمان خواهد برد، نه هدایا و عطایای الهی. با یه آیه در یوحنا، رساله اول یوحنا باب 2 آیات 2 تا 3 و 4 همینطور میگه که آن کس که میگوید خدا را میشناسد احکام او را اطاعت میکند. اگر کسی احکام او را اطاعت نکند خدا را نمیشناسد، او دروغگوست و در او راستی نیست. پس ببینید کلام خدا ما را با فیض آشنا میکنه، خدا را شکر، ولی در جاهایی هم به ما اخطار و هشدار میده که ما اشتباهاتی که دیگران کردن رو امروز انجام ندیم. پس خدا رو شکر میکنیم برای این بحثی که شاید خیلی اجمالی، خیلی خلاصه در مورد شناخت خدا گفتیم، ولی مطمئناً شما رو تشویق میکنم که با مطالعه خیلی جدیتر و عمیق در کلام خدا بتونید خودتون امروز چیه اون بخشهایی رو که خدا از شخصیت خودش میگه و خودش رو میشناسونه بیشتر مطالعه کنیم و در اونها عمیق شیم. مطمئنم باعث برکت و بنای شخصی ما خواهد شد و این برکت و بنا رو میتونیم به دیگران هم بدیم. تا برنامه بعدی، شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم.